برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان بر تغییر افکار جوانان در افغانستان تأکید کرده است. او در یک نشست مشورتی با علمای دین در مزار شریف از آنان خواست تا فاصله میان مدرسه و دانشگاه را از میان بردارند، زیرا به گفته وی در 40 سال گذشته دشمنان افغانستان تلاش کردند تا میان مکتب و مدرسه فاصله ایجاد کنند. رشد کالاها و خدمات حلال در کشورهای غربی و در رسانه‌ها آمریکا افزایش یافته و این رشد نشانه سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف در این بخش حلال است. ارزش تجارت حلال در جهان به بیش از 2.2 تریلیون دلار رسیده. این در حالی است که ارزش تجارت حلال در قرن گذشته به 10 میلیارد دلار نیز نرسیده بود، اما در طول 2 هفته گذشته افزایش یافته است. با افزایش جمعیت مسلمانان در هلند، اسلام به دومین دین بزرگ هلند پس از مسیحیت و نخستین دین از نظر گسترش در این کشور تبدیل شده است. اسلام در حال حاضر دین 8% مردم هلند را تشکیل می‌دهد، اما در گزارش قبلی که توسط مرکز ملی آمار هلند منتشر شد، پیش بینی شده که تا سال 2030 میلادی 80% از جمعیت زیر 18 سال در شهرهای بزرگ هلند مسلمان باشند. کتاب امام علی علیه السلام از دیدگاه روشنفکران عرب مسیحی به زبان سربی چاپ و روانه بازار شد. این کتاب نوشته ی الکساندر دراگوویچ، محقق، نویسنده و مترجم سرب است و از سوی انتشارات میراث وحی به زبان سربی منتشر شده است. تورم سالانه در 69 کشور جهان در ماه سپتامبر طی چند سال اخیر به بالاترین سطح خود رسیده و در این میان اروپا بیشترین میزان تورم را تجربه کرده است. طبق این گزارش که توسط رسانه ریا نوستی روسیه منتشر شد، نرخ رشد قیمت در 27 کشور اروپایی به اوج خود رسید و نرخ رشد قیمت در ماه سپتامبر بالاترین سطح تاریخی خود را در 3 کشور بوسنی و هرزگوین، هلند و آلمان ثبت کرد.